برای من فرستاد و میگفت من وقتی برنامه های تو رو میشینم میبینم فرزندانم رو نیز دعوت میکنم که بیان بشینن و ببینن. این مادرها اینطور فچه هایی پرورش دادن که ایران مونده تا حالا. حتی مسعود کیمیایی، درود دارم بهش، مسعود نگفتی ایران خانم کجاست. مسعود کیمیایی به من میگفت پنجشنبه ها که میشه ما تو خونه ساکت باید بشینیم چون ایران خانم خواهرشونو میگفت. درود دارم، دستش میبوسم. و سیاوش اوستا بهرنادر باید بشینم ببینم ایران خانم. حالا برای همین که مسعود هم عوض شد، مسعود کیمیایی اومد آلبوم زردشت داد سرکار خانم گوش خوندن، خب عوض میشن همه. ایرج پزشکزاد دایجان ناپلئون رو نوشته، دوست عزیز من فرهیخته نازنینی که در این پاریس ما رو تنها گذاشت و رفت. یه روز اومد به من گفت همشیره من گفته من حتما بیام پیش تو و درودش رو به تو برسونم. من درود دارم به همشیره، بعد نمیدونم الان همشیره کجا تشریف دارن، همشیره ایرج پزشکزاد، درود دارم بهشون. این بانوان، این دختان بودن که دختان گذشته که شدن دختان خودشون، اینجور پرورش دادن. این زنای ما این بودن. آره بس که کتاب میخونه، که کتاب میخونه. سرکار خانم دکتر جاله آموزگار، همسر دوست عزیز و نازنین و زرتشت زمانه کوروش آریمنش، برادرشون هم فوت کرد چند وقت پیش، دکتر آموزگار، سیروس آموزگار، چند بار به من زنگ زدن که بیا خواهرم برای تو کتاب داده. و دکتر جاله آموزگار در ایران استاد دانشگاه اعتباری است، کارهای فرهنگی انجام داده، کارهای در رابطه با میتا، اینها باعث مستند باشه برای شما بهش استناد کنید، نه حرفای گذشته رو. فریدون جنیدی باعث سند باشه برای شما، نه اون گذشته ها چرت و پرت گفتن. زرتشت اون بود و این آیین زرتشت، فقه زرتشت، توش وندیدات های زرتشت اینا نداریم. بعد ما گفتیم بارها که آقا زرتشت کتاب اوستا داره، این گاته ها که نیست که چرخ چهره زرتشت آخرین واپسین هست، اینها شعرهای سروده های زرتشت واپسین هست، 3761 سال پیش بوده. اوستا، کتاب اوستا، در آیین اوستا نوشتیم، گفتیم، شهر دادیم که 120 جلد کتاب بوده، یک کتاب خونه است اوستا، علوم و دانش ها در رابطه با هر چی تو دلت بخواد، ستاره شناسی، جبر، ریاضیات، تاریخ، پزشکی، داروسازی، اوستا این بوده 120 جلد کتاب. وقت طرف نمیفهمه میاد میگه آره اوستا فقط همین گاته ها هستین مال فلان را. آقا 120 جلد کتاب بوده، وقتی که هر کی به ما حمله میکرد اول میرفت سر وقت کتابخونه های ما، کتابخونه ها را آتیش میزد، چه اسکندر، چه مسلمان ها، تنور و خزینه حمام هاشون رو. ای مهربان یارانی که مرید اینها هستید، همچنان اینها حمام ها رو و تنور آشپزی هاشون و نونپزی هاشون و نونوایی هاشون رو از کتاب خونه های ما به جای هیزم می ریختن. به عمر می نویسن آقا اینجا اینقدر کتاب داره که چی کتاب رو چیکار کنیم. میگه کتاب ها دو حالت دارد، یا موافق قرآن هست، ما قرآن داریم دیگه، نه خواهم چیکار بسوزنید، یا مخالف قرآن هست، مخالف قرآن را باید نابود کن بسوزونید. این توجه کنید به این فرهنگ، به این اندیشه، به این تفکر. اینا بعد وقت 1400 سال دارن، 402 سال بر شما و شما عزیزم قربونتون برم، فردتون بشم، بیاین بیرون بریزین اینا را. الان دیگه خود این یارو میگه از کوه پرتش کنید. وقتی خود آخونده ایرانی، چون امامش سفیده یه حرف رو میزنه، امام سیاه باشه که حرف نمیزنه، از قوم بنی هاشم باشه که، یارو آخونده ایرانی امام سفید، بیا ببین چی میگه. میگه اینا رو باید از کوه پرت کنیم پایین، همین همکاره خودش رو از دم میگه، هم خودش هم باید البته پرت کنیم پایین، لباس و هیبت و فلان که ایرانی آریایی نیست. اگر حکم قضایی برای لوات هر چیزی که هست، برای مدیر کل ارشاد گیل که واقعا یه قانونی وضع بشه برای افرادی که مسئولن یه خبطی میکنن، برای افرادی که باعث میشن
سه برابر اجرا بشه. ما اینو باید پیگیری بکنیم و پیگیری هم خواهیم کرد. این بازم دارم عرض میکنم، یک فرد، یک سلیبریتی، یک فرد ترک یک موتوری اگر کشف اشتباه بکنه، درست نظام اسلامی ما کنترل میکنیم، اما به قول شما اون شخص کذایی در گیلان، او قطعا باید از کوه پرشه تیکی تیکی بشه تا همه ادب بشن. تا اون شخص کذایی در گیلان، او قطعا باید از کوه پرشه تیکی تیکی بشه تا همه ادب بشن. تا اون شخص کذایی در گیلان، او قطعا باید از کوه پرشه تیکی تیکی بشه تا همه ادب بشن. تا اگر ببین، حالا شرف آریایی به لباس نیست، به پول نیست، به دم و دستگاه نیست. شرف آریایی در وجود انسانه، در وجود انسانه که شما شرف آریایی رو میبینید. شما به این پیرمرد نگاه کنید، خودش تهیدسته، نمیتونه راه بره، خمیده راه میره. یک هنرمند رو در کنار خیابان میبینه، پول در میاره بهش میده. شرف آریایی اینه. شرف آریایی در هنر دوستی، حتی در تنگ دستی. قشنگه نه؟ حالا می بنی هاشم از همون قدیم ما تشکیلات چه میدونیم یعنی چی، حزب چه میدونیم یعنی چی، سازماندهی چه میدونیم یعنی چی. بنی هاشم از 100 سال پیش از اسلام برنامه‌ریزی شده کار میکردن تا یک دکونه دستگاهی بسازن، به ایران حمله کنن، برای روم، به دفع نو روم، ستون پنجم روم بودن. ما اصلا تشکیلات نمیدونیم یعنی چی. حزب بس روس‌ها و انگلیسی‌ها میسازن، عراق و سوریه رو در دست میگیرن، بعد از اونجا از کانال حزب بس میان هر چی تشکیلات کمونیستی اینا هست میسازن، میفرستن ایران داغون کنن و هر اسمی که شما بخواید. حالا یک حزب تودش که مال خود روسیه بود همه میدونستن، ولی همون حزب تودر دیدین چه راحت روسا بعد انقلاب قربانی کردن، گروه‌های دیگه رو چه راحت، چون آخوندا رو داشتن، شیخا رو داشتن دیگه، بغیر قربانی کردن. به پرشور مهتا چشات و بستی بیتا که شاید خواب ببینی تو خواب ما بگو تو راستی راستی به جز هرشی میخواستی، چرا به من نگفتی اگه منو نمیخواستی، غیر مهربونی بگو با تو چه. شب پرشور مهتا چشات و بستی بیتا که شاید خواب ببینی تو، فریاد بزنم یارم و رسوا کنم، من دلم میخواد پنجره رو با کنم، یاد بزنم یارم و رسوا کنم. آخه هرچی اومد بر سرم یارم کرد، یارم منو از زندگی بیزارم کرد. آخه هرچی اومد بر سرم یارم کرد، یارم منو از زندگی بیزارم کرد. محمد رضا سعادتی از اعضای بالای سازمان مجاهدین خلق بود، خود اینا بهش عینک میدن که عینک جاسوسی پشت سرش میونه، از بر خبر میدن به کمیته چیا میان میگیرن محمد رضا سعادتی رو اعدام کردن روز اول انقلاب. خود اینا بارها آمدن اصلا علکی اطلاعاتی دادن، یک سری آدم ها توی قتل عام کردن، چون حزبیه. ما حزب نمیدونیم یعنی چی، ما الانم که اینجا نشستیم نمیدونیم یعنی چی. حزب یعنی شیرگخه. حزبی که باشی، تشکیلاتی باشی، مثل کشور میمونه که سازمان امنیت داری، سازمان تبلیغات داری،
سازمان این داری کلک بزنه، سیاست داری کلک زدن. تو سیاست داری کلک نزدی، بعد با دشمنت باید دست بیدی چاکرم. بچه چه سبیل خوشگلی داری، خیلی نوکرتم، ما با هم رفیقیم برادری. بعد خنجره از پشت بزنی سیاست و همه تون بودی کار کنی. سیاست اینه بدبخت، سیاست که این نیست که تو شلوارت بکشی پایین برای اونا. چون همین نشسته اخیر الان رئیسه میره اونجا عربستان سعودی، شما این وقتی عبداللهی هم رفت اونجا با محمد بن سلمان نشست، محمد زرنگه و چه زمان خودش خیلی صف خطه سرویس میکنه اینا رو، خواهید دید، خواهید دید. اینا فکر کردن محمد نشد گفت بابا ما فهم رفیقی برادر همسایه بله قربان بله 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 سرویستون کرده و میکنه، سرویستون میکنه با همی که دست میده بهتون. ذکاوت میخواد سیاست مداری، کلک یعنی سیاست، کلک یعنی سیاست با دشمنت که تو نمیتونی بدبخت رو راست باشی. من که یک آدمم، تو که یک گروهی، وقتی با دشمن که سر پای این کامرا ما میشینیم واضح رک حرفای خودمون میزنیم، تا دو تا اطلاعات بهش میدیم فوری اطلاعات ما رو میگیری دنبالش میکنی و میگه علیه خود بازش استفاده میکنه، علیه ما آدم میفرسته، نزدیکترین آدم کلک میزن از پشت بهت خنجر میزن. کجای کاری برادر؟ بعد اون موقع کودتا، الان هم جنجال ماهیم امرداد ماه بود و مصدق بود و کودتا بود. بابا ول کنید اینا رو بیچاره ها، به اون نوکرها میگم بیچاره، ملت ایران هوشیار شده دیگه، فراتر از این عمو مصدقه، محمد مصدق رو میگم، همهش مریض آرتیستی بود محمد مصدق. ما هم معذرت میخوام به اونهایی که خیلی هوادارش هستن، مثل حزب اللهیه که خامنه‌ای و خمینی و اینا رو میپرستن، خیلی هستن همین رو باز رهبر خودشون میپرستن، چه مریم رجوی باشه چه مصدق باشه چه کی، هر گیر میخواه تو میگی محمد مصدق، مصدق اولا که میاد وقتی برین کتاب خودشو بکنین، خاطرات خودشو بکنین. من البته به همه مریدان، چون مریدان مقلد ها هستند، مقلد ها تقلید کنندگان هستند، تقلید کنندگان توده های مردمی هستند که هر کسی یک امامزاده داره خودش به او دخیل ببنده، شعور و دانش و فهم و اینا نداره. بعد تو به اون امامزاده ایم که او دخیل بسته اگه بگی آقا بالای چشه دبرو میگه، آخه بالای چشه شبرو نبود که اون ابرو کمند محکم، آقا خب ابرو دید خودی میگه ابرو که ابرو داشت، نمیتونی بگی مصدق، نمیتونی بگی مصدق، آقا مصدق از خانواده قاجار تهدیدش کلک میخواد بزنه به محمد رضا، ما تعطیل محمد رضا رو بده، در تیب میخواد بده و میده، و خود محمد رضا شاه میگه که این حزب توده یعنی روس ها از کانال مصدق میخواستن یه هفته بعد قدرت به دست بگیرن و میگرفتن. مصدق که حزبی نداشت خودش، جبه ملی ایناش که کوچولو خوردی مرده، کاری نباید که حزب توده بود، یه افسرهای داشت توی ارتش و دو همه جا قوی بود و فلان داشت، حزب توده هم از این پشت چیزبانی میکرد، جناحی هم از روحانیت کاشانی اینا ازش حمایت میکرد، حال بعدا کاشانی زد کنار اینا. این قدرت حزب و تشکیلات قوی داشت، میخواستم بعد یه هفته کودتا کنه. اینو محمد رضا شاه میگه دیگه، شاه ایران که راستگوترین پادشاه و رهبران بوده و بهتر از من تو هم خبر داره، اطلاعات داره، اطلاعات هم که الان در اومده همه میدونن، مصدق هم خائن امکان داره نبوده. اینو خوب گوش کنید، بعضی وقتا داره خائن نیست، خرش میکنن سوارش میشن، همچنان که توده های مردم خر میکنن سوار میکنن، اینا هم خر میکنن. ببینید شاه چی میگه در این مورد. زیرا نقشه حزب منحله بی وطن و خدا نشناس توده این بود که دو هفته بعد به عمر دستگاه پوشالی و غیر قانونی که بر سر کار بود خاتمه بدهد و مملکت را برای همیشه از داشتن استقلال و تاریخ و حیثیت و شرافت محروم سازد.
خب خود شاه هم در مورد مصدق صحبت کرده. ولی خب بگم میگه فکر نکن مصدق خائن با است. نه، بعضی از صداقتشون، از خوشقلبیشون، از کینه‌ای که به یکی داره میام استفاده میکنن. مثلا یکی میخواستن علیه